Good afternoon, Mr. Raslov. Nice to meet you. I'm Lorenzo Esposito from the selection committee of the Berlinale 70th. And we are very sorry you are not here, but we are very honored to show your film. And thanks for accepting to answer our questions. So if you are ready, I would start with the first one. So The Reason of Evil is not just a film about death penalty, but also about the moral situation of people, of those directly involved. I wonder if the choice of to write the film in four episodes depends on the desire to show the different aspects of this ethical problem. داستان هر قسمت از فیلم با یک تجربه شخصی از طرف من همراه هست، یا موقعیت هایی که سوال های خیلی بزرگی برام پیش آورده و با هم حرکت کرده و در نهایت این سوال تبدیل به یک داستان شده. به طور مثال اپیزود اول رو وقتی نوشتم که داشتم با ماشینم تو خیابون حرکت میکردم و ناگهان یکی از بازجوهایی که سالها پیش منو خیلی بازجویی کرده بود تو زندان و بیرون زندان از توی یه بانک اومد بیرون و من خیلی شوک شدم و اول یکم تعجب کردم، بعد خوب بهش نگاه کردم و نمیدونم چرا اینقدر تحت تاثیر قرار گرفتم اون لحظه و اون اومد از تو بانک اومد رفت سوار ماشینش شد و من تصمیم گرفتم تعقیبش کنم. یه مسیری تعقیبش کردم و تو اون حالت عصبانیت و هیجانی که داشتم فکر کردم که میخوام از ماشینش عکس بگیرم، فکر کردم حرکت کنم به طرفش و از خودش عکس بگیرم، ولی بعد از یه مدتی که دنبالش کردم متوجه شدم که چقدر معمولیه و چقدر شبیه همه آدم هاست و اونجا متوجه شدم که هیچ هیولایی در کار نیست، هیچ شیطانی رو جلو هم نیست، فقط یک آدمه که احتمالاً درباره کاری که داره میکنه پرسشی از خودش نپرسیده و در نهادش از پیش هر چیزی که از سوی قدرت بهش گفته شده پذیرفته و داره همه اونا رو انجام میده. این یه مثال بود که بگم چطوری به هر کدوم از داستانا وصل شدم و بقیه قصام به یه نوعی تجربه های زیستی اینجوری درش هست. Thank you. And each episode has its own tone, and the film passes from the dark atmosphere of the first part slowly into the light. Is there a message of hope in this visual structure? خیلی برای خودم سوال بود که اون کسی که موفق میشه نبگه به یه سیستم استبدادی با اینکه زندگیش حتما سخت میشه، اما با اون معنایی که بخوایم بگیم که زیبایی درش نیست تبدیل نمیشه و نگفتن با همه سختیاش خودش یه زیبایی هایی داره و من بزرگترین مسئله‌م این بود که بتونم تو اون موقعیت این تفاوت رو بین کاراکترهایی که آری میگن و کاراکترهایی که نمیگن وارد تصویر کنم. بنابراین شما وقتی اپیزود اول رو با اپیزود چهارم مقایسه میکنید میبینید که از یک تاریکی و یک محیط بسته خفه به یک روشنی و یک محیط خیلی باز می‌رسید. And can you tell us something about the locations of the film?
They are all very unusual, and like the film was also a journey into Iran, and it was difficult to find the right places for such a theme. تصویرها تقریبا در ذهن من بود، لوکیشن ها رو می دیدم ولی باید جاشون رو پیدا می کردم و باید می تونستم پیدا کنم اون طبیعت زیبایی که می خواستم گویای زیبایی نگفتن باشه. بنابراین تیم کارگردانی و تیم صحنه با هم همراه شدن و تیم تولید یک مدت خیلی زیادی رو ما در طبیعت ایران به دنبال نقطه هایی که میخواستیم گشتیم و در نهایت فکر میکنم توی شاید 40 روز تونستیم لوکیشن های اصلیمون رو پیدا کنیم. اما میشه گفت از قبل میدونستیم دقیقا چی میخواییم، فقط با جاشون رو پیدا میکردیم و بدونیم که اونجایی که میخواییم به خاطر شرایط مخصوص ما امکان کار کردن وجود داشته باشه. اما یه نکته خیلی مهمتر دیگه هم بود، برای اینکه من به خاطر وضعیت خاصی که دارم نمیتونستم در هر فضایی کار کنم، یه خورده دور شدن از شهر به من یه خورده آرامش میداد، به گروه یه خورده آرامش میداد. بنابراین خود این موضوع هم توی انتخاب لوکیشن ها دخیل بود. And apparently the film has a realistic structure. However, there are some purely visionary moments and that seem to invite the viewer to a more to more irony. For example, there's the Italian song during the escape at the end of the second episodes, and the very strange dance during the Javad proposing night. Can you tell us us about these scenes? And by the way, why did you choose that specific version of the Italian song, which is very rare? برای من مهم بود که بگم احساس نسل جوان در ایران رسیدن به یه تصویر جهانیه، به یه همبستگی جهانیه برای اعتراض به استبداد. خیلی دلم میخواست بعد از اینکه اتفاقای خوبی تو پایان اپیزود دوم میافتاد، احساس فردی و تصمیم فردی یک آدم رو، رابطهش رو با ساختار سیاسی توضیح بدم. بنابراین من موسیقی رو انتخاب کردم چون موسیقی خیلی شناخته شده است و همه میدونن که مایه اصلی این موسیقی اعتراض به وضعیت استبدادیه و به نظر میاد یه مقایسه بین تجربه تاریخی دو ملت در این حال. What does it mean for you, the word freedom today? Is there is still space for individual freedom, in your opinion? خیلی سوال سختیه. خیلی فکر کردم که چطور میتونم این سوال رو جواب بدم به شما، ولی واقعا فکر میکنم مهمترین چیزی که ما میتونیم به عنوان آزادی توصیف کنیم امروز قدرت انتخاب افراد هست. من فکر میکنم که دست کم در کشوری که من زندگی میکنم آزادی نقش مستقیمی توی حوزه خصوص افراد و قدرت تصمیم گیری افراد داره در وهله اول، و شاید این یه چیز خیلی حداقلی به نظر برسه برای اینکه در خیلی از کشورهای دیگه شده، اما متاسفانه در کشوری که من زندگی میکنم، در کشور من، ساختار سیاسی به نوعیه که قدرت انتخاب از افراد گرفته شده و ساختار سیاسی تلاش میکنه به جای افراد همه تصمیم ها رو بگیره. سطح بزرگی از سانسور وجود داره، سطح بزرگی از محدودیت ها و اجبارهای ایدئولوژیک وجود داره. بنابراین من اولین واژه‌ای که در برابر توصیف آزادی میتونم بگم قدرت انتخاب فردیه.
Thank you, Mr. Raslov. This is my last question. As I told you, we are deeply sorry you are not here. And I don't know if you want to talk about it, but I would like to ask you, what is your current situation as a filmmaker and as a human being? خب دوست دارم یه خورده برای اینکه بتونم احساسم رو توضیح بده به عقب برگردم. یه فیلمساز در شرایط خیلی مشکل و فشرده کار کردیم من و تیمم، اینطور که هر روز صبح من موقع فیلم برداری اینجوری شروع میشد که تلفن همراهمو برمی‌داشتم و قبل از هر کاری پیامک‌ها رو چک می‌کردم ببینم آیا یک پیامک از دستگاه قضایی ایران برای من اومده در ارتباط با دادگاه تجدید نظر، چون منتظر یک سال زندان هستم، و هر روز باید اینو با خودم میگفتم آیا یه روز دیگه میتونم پشت دوربین قرار بگیرم. و این خیلی موقعیت از یه طرف یه دشواری خیلی بزرگ داشت، از یه طرف هر یه روز که امکان برام فراهم احساس میکردم که باز از این لحظه هایی که میتونم پشت دوربین باشم و به ساختن فیلم ادامه بدم باید لذت ببرم. تا اینکه بالاخره یک هفته مونده بود به پایان فیلم برداری، این پیامک از دستگاه قضایی اومد و رأی دادگاه بدوی عیناً تایید شد. و به هر حال اون روزی که این اتفاق افتاد خیلی روز سختی بود و همه گروه و خود من خیلی متاسف بودیم از این ماجرا، ولی کوشیدیم که پشت سر بذاریم این موضوع رو و هیچی برامون روشن نبود، نمیدونستیم که چه اتفاقی میفته و حالا که حکم تایید شده کی باید حکم زندان اجرا بشه. خب تیمی که من داشتم خیلی از نظر عاطفی به من کمک میکردن که این روزها رو پشت سر بذارم و نگران نباشم، و بالاخره تا امروز همچنان منتظر هستم که به من اعلام کنن باید به زندان برم. Thank you again, Mr. Raslov. It was an honor to talk with you. Do you want to say something more? خیلی دوست دارم تشکر کنم از انتخاب فستیوال برلین، از گردانندگان، از مدیر فستیوال برلین و مدیران فستیوال برلین، و بگم که خیلی خوشحالم که این فیلم اونجا بود و این یک راه ارتباطی من با مردمم خواهد شد، مطمئنن یک راه ارتباطی با مخاطبان غیر ایرانی برام خواهد شد، و از این بابت خوشحالم که فیلم توی برلین بود و تشکر میکنم. Thank you so much and I wish you the best for your life, for your career. Bye. Thank you so much. Bye. Bye. Bye.